دبیر کل سازمان ملل با اشاره به خطر قحطی در یمن و 3 کشور آفریقایی تاکید کرد که برای مقابله با این بحران کمک فوری چند میلیارد دلاری لازم است. آنتونیو گوترش، دبیر کل جدید سازمان ملل متحد، در یک کنفرانس خبری در مقر این سازمان در شهر نیویورک در شمال شرق آمریکا تاکید کرد بیش از 20 میلیون نفر در کشورهای یمن، سومالی، نیجریه و سودان جنوبی در شرایطی فاجعه بار زندگی می‌کنند و در معرض خطر قحطی قرار دارند. گوترش ضمن تاکید بر ضرورت اقدام فوری برای جلوگیری از بروز فاجعه گفت نهادهای امدادرسانی وابسته به سازمان ملل برای مبارزه با قحطی در 4 کشور مذکور و جلوگیری از فاجعه تا پایان ماه آینده میلادی به دست کم 4,400 میلیارد دلار نیاز دارند. گوترش در این باره افزود وضعیت خطرناک است چرا که میلیون ها تن به سختی زنده هستند، در میان سوء تغذیه و مرگ به سر میبرند، در معرض بیماری‌های مختلف قرار دارند و مجبورند حیوانات را بکشند و بذرهای انبار شده برای کاش در سال آینده را نیز مصرف کنند. این در حالی است که سازمان ملل تاکنون تنها توانسته 90 میلیون دلار برای امدادرسانی به 20 میلیون تن سکنه در معرض خطر قحطی در یمن، سومالی، نیجریه و سودان جنوبی جمع‌آوری کند.